موشکا. یه سلام دبش قندپهلو تقدیم میکنم به همه شما همراهان با مرام موشکا. این سید علی گدا تو بد مخمسه گیر کرده، از یه طرف چپ و راست داره میخوره، از طرف دیگه میخواد صداش در نیاره و اوضاع و تحت کنترل نشون بده. واسه همینم تو نمایش جمعهش کبریت بی خطری به نام امامی کاشانی رو فرستاد، اما اونم دووم نیاورد و دردای عظما رو ردیف کرد. اونم چه ردیفی! این قطعنامه یک سلسله حرفهای باطلی است که در حقیقت یک واقعیت درشه و اون دشمنی است با فرهنگ اسلام، فرهنگ ایران. خوشبختانه حالا دیگه همه زبون آخونده رو یاد گرفتن و نیازی به ترجمه نیست. منظورش دشمنی با فرهنگ آخوندیه، برای اینکه جای ابهامی باقی نمونه خودش قضیه رو میشکافه. یعنی میبینن این ملت با این فرهنگ اگر جلو برون خیلی طرفدار در دنیا پیدا میکنن، همین طوری هم که الان شده است، ولذا هر روزی یک چیزی رو علم میکنن مثل همین حقوق بشر و امثال این امور. راست میگه ها. فرهنگ آخوندی خیلی طرفدار پیدا کرده. الان اصلا همه ملت های دنیا صف بستن واسه تماشای اعدام. اصلا همه سرشون درد میکنه واسه این که نهی از منکر بشن. همه دنبال اینن که آخونده حقوق بشرشون رو واریز کنن تو حسابشون. یارانم که دیگه نگو. این یارانه ها در برابر حذف سوبسید هاست. این چنین نیست که حالا که گاز گرون شده یا چی گرون شده، که البته باید دولت توجه به این مطالب بکنه و میکننم که مشکل برای مردم عزیزمون پیش نیاد، ولی در این حال این چنین نیست که طلب داشته باشند، بلکه اون چیزی که هست این است که دولت اعلام میکنه شما هر کس میخواد ثبت نام کنه، در ثبت نام آزاده، ولی کسی که استغنا داره و براش نیازی نیست نگیره. این نکته بیت المال نکته مهمی است. آره آزاده، فقط کم مونده تفنگ بذاری رو شقیقه ملت بگی بی خیال یارانه شو. حالا شلغم پرنگی بگو ببینم بعد از این هپولی هپو کردن یارانه ها میخواید این پول صرف چی کنی؟ صرف بهداشت، تولید، اشتغال، کارهای مهم کشور، بیت المال برای همینه. بقیهش هم بگو دیگه، صرف سوریه، صرف انفجار تو عراق، صرف بگیر و ببند، صرف پوش دادن ریش شهپری، صرف فناوری هسته‌ای. بیالا دیگه بالا بیار. این فناوری اون چنان شد که ارتقا داد به ملت، ارتقا داد به کشور و جمهوری اسلامی. این ارتقا و دشمن نمیخواهد. الان میبینیم در امور بسیارمون مثل بهداشت، محیط زیست و غیره، این فناوری و این انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای این چنین کارساز است و حق ملت است و هیچگاه نمی شود حق ملت رو به خاطر اینکه دشمنان استکبار در صددن استیلا بر کشور پیدا کنند، هیچگاه عقب نشینی نمی شود کرد. حکایت این ولی فقیه پیزوری حکایت همونیه که نشسته بود رو اره، نمیتونست جلو بره، نمیتونست عقب بیاد.
اینم گیر کرده، نمیتونه بگازه، نمیتونه کامل عقب بشینه، اما تا دلتون بخواد گیج میزنه، ملت میزنه، ار میزنه. موسیقی.